سلام من مهدی نوری هستم و توی این ویدیو با هم میخوایم بریم سراغ درس دوم از مجموعه 504 توی این درس هم با هم دیگه میخوایم دوازده تا کلمه رو یاد بگیریم نمبر 1 corpse, a dead body usually of a person بچه جسد و جنازه یک جنازه معمولا برای انسان یعنی برای حیوان اینا خیلی ازش استفاده نمی کنیم. Usually of a person. Corpse. When given all the data on the corpse, the professor was able to solve the murder. وقتی همه اطلاعات درباره اون جسد داده شد، پروفسور تونست اون معمای قتل رو حل بکنه. Murder میشه قتل و solve فعل به معنی حل کردن. The corpse was laid to rest in the vacant coffin. جنازه رو گذاشته بودن توی تابوت خالی که استراحت بکنه حالا این استراحت منظورش استراحت ابدیه کافن به معنی تابوت An oath of revenge was sworn over the corpse by his relatives خیشاوندانی که بالا سر جنازه وای ساده بودن قسم خوردن که انتقامش رو میگیرن بچا کلمه هایی که کنارش ستاره داره رو قبلا با هم دیگه خوندیم Conceal Hide یعنی پنهان کردن. Tris could not conceal his love for Gloria. Tris نمیتونست عشقش به گلوریا رو مخفی و پنهان کنه. Count Dracula concealed the corpse in his castle. دراکولا جنازه رو توی قلعش مخفی کرده بود. The money was so cleverly concealed that we were forced to abandon our search for it میگه پول انقدر به شکل زیرکانه مخفی شده بود که ما مجبور شدیم اینکه داشتیم دنبالش میگشتیم رو کلا بذاریم کنار یعنی منصرف بشیم از اینکه دنبالش بگردیم dismal dark and depressing چیزی که تیره و دپرس کننده است When the weather is so dismal, I sometimes stay in bed all day. هوا که گرفته باشه، من یه وقتای کل روز تو تختم میمونم. I'm unaccustomed to this dismal climate. من به این آب و هوای گرفته و تاریک اصلا عادت ندارم. As the dismal reports of the election came in, the senator's friend tactfully made no mention of them. وقتی نتایج ناامید کننده انتخابات بیرون اومد الکشن میشه انتخابات دوست سناتور خیلی با درایت اصلا بهشون اشاره نکرد فریجید این فریجید که اینجا نوشته شده very cold یعنی خیلی سرد بچا مثلا از این بعد تو مکالمه هاتون به جای بیاین بگین very cold یعنی خیلی سرد خب بیاین بگین frigid حالا الان رو با هم دیگه یاد میگیریم it was a great hardship for the men to live through the frigid winter at valley forge میگه برای انسان سختی خیلی بزرگی بود که اون سرمای طاقت فرسا رو توی اون دره فورج تحمل کنن و اونجا زندگی کنن The jealous bachelor was treated in a frigid manner by his girlfriend. پس فقط معنی هوای خیلی سرد نمیده. Frigid manner به معنی رفتار خیلی سرد و خشک هستش. این آقای حسود رفتار دوست دخترش باش چجوری بود؟ خیلی سرد. Inside the butcher's freezer, the temperature was frigid. توی فریزر قصاب دمای هوا خیلی خیلی سرد بود. بیش از حد سرد بود. inhabit live in بچه ها فعله به معنی زندگی کردن skimos inhabit the frigid part of Alaska میگه اسکیما توی قسمت های خیلی سرد آلاسکا زندگی میکنن because Sydney qualified he was allowed to inhabit the vacant apartment برای اینکه صلاحیتش رو داشت بهش اجازه دادن که توی اون آپارتمان خالی زندگی کنه. Slum میشه زاقه میگه هر ساله کلی بلا سر اونایی میاد که توی شهر ما تو قسمتهای زاغ زندگی میکنن یعنی خیلی جرم و جنایت علیهشون انجام میشه نم، ببینین اینجا هم نوشته بیش خونده نمیشه نم، Without the power of feeling, dead end. یعنی وقتی که هیچ حسی نداره کرخت شده، بیحس شده My fingers quickly became numb in the frigid room. تو اون اتاقی که خیلی سرد بود خیلی زود انگشتام بیهست شدن. A numb feeling came over Mr. Massey as he read the telegram. همون جوری که آقای مسی داشت تلگرامش رو میخون یه حس بیهستی همه وجودش رو فرا گرفت. یه کرخت شد. When the nurse stuck a pin in my numb leg, I felt nothing. Parastar, Yes has Peril. The hunter was abandoned by the natives when he described the peril that lay ahead of them. هانتر میشه شکارچی میگه شکارچی وقتی برای بومی های اونجا توصیف کرد که چه خطراتی پیش روشون هستش همشون ولش کردن و رفتن There is great peril in trying to climb the mountain خطر جدی هست توی تلاش کردن برای بالا رفتن از کوه Our library is filled with stories of perilous adventures میگه کتاب خونه ما پر از داستان‌هایی که ماجراجویی‌های خطرناک رو توصیف میکنن. recline lie down stretch out lean back یعنی استراحت کردن دراز کشیدن Richard likes to recline in front of the TV set. ریچارد دوست داره که جلوی تلویزیون دراز بشه و استراحت کنه. After reclining on her right arm for an hour, مکسین found that it had become numb. میگه بعد از اینکه حدود یک ساعت روی دست راستش داشت استراحت میکرد و خوابیده بود یا او متوجه شد که دستش کاملا خواب رفته My dog's greatest is to recline by the warm fireplace. میگه یکی از بهترین لذت ها برای سگ من این هستش که جلوی شومینه گرم برای خودش دراز بکشه و استراحت کنه. Shriek. Scream. یعنی فریاد زدن. The maid shrieked when she discovered the corpse. کارگر خونه وقتی که جسد رو پیدا کرد شروع کرد به فریاد زدن و جیغ کشیدن. With a loud shriek, Ronald fled from the room. با یه جیغ بلند رونالد از اتاق فرار کرد. Fled گذشته فعل flee به معنی فرار کردن. Facing the peril of the waterfall, The let out a terrible shriek. وقتی که با واترفال میشه آبشار میگه وقتی اون آقایی که سوار کشتی بود خطر آبشار رو جلوی روی خودش دید شروع کرد به فریاد زدن. Sinister Evil Wicked Dishonest Frightening چیزی که شیطانیه چیزی که پلیده رو راست نیست ترسناکه the sinister plot to cheat the widow was uncovered by the police. اون نقشه شیطانی که قرار بود سر اون ویدو میشه بیوه سر بیوه رو کلاه بذاره و بهش در خیانت بکنه توسط پلیس نقشه براب شد When the bank guard spied the sinister looking customer he drew his gun وقتی که اون محافظ بانک اون مشتری رو که یه نگاه شیطانی داشت متوجه شد تفنگش رو کشید I was frightened by the sinister shadow at the bottom of the stairs. من یه uh, شادو سایه. یه سایه شیطانی و پلیدی رو پایین پله ها دیدم و خیلی ترسیدم. Tempt. Try to get someone to do something. Test. Invite. Tempt کردن یعنی وسوسه کردن. یعنی یه کاری بکنین که یکی براتون یه یک کاری رو انجام بده. A banana split can tempt me to break my diet. این اسم یه دسره میگه این دسر میتونه منو فریبم بده که رژیمم رو بشکنم The sight of beautiful Louise tempted the bachelor to change his mind about marriage اون آقایی که مجرد بود وقتی لویز زیبا رو دید وسوسه شد که ایدهش رو درباره ازدواج تغییر بده. Your offer of a job tempts me greatly. پیشنهادی که برای این شغل بهم دادین خیلی داره وسوسم میکنه. Wager یعنی شرط I lost a small wager on the Super Bowl. من توی سوپر بول یه شرط کوچیکی رو باختم. After winning the wager, Tex treated everyone to free drinks. میگه بعد از اینکه شرط رو برنده شد، بچا اینجا تریت کردن به معنی که همه رو مهمون کرد. همه رو مهمون کرد به نوشیدنی مجانی. It is legal to make a wager in the state of Nevada. توی نوادا این حرکت قانونی که شما شرط بندی کنید. خب حالا که کلمه ها رو با همدیگه یاد گرفتیم بریم سراغ این متن متن از کلمه های تشکیل میشه که ما با همدیگه توی این درس یاد گرفتیم terror in the cemetery cemetery میشه قبرستون وحشت در قبرستان I like to bet on anything that is exciting. من دوستم رو هر چی که هیجان انگیز باشه شرط بندی کنم. So when my friends tried to tempt me with an offer, I took it. وقتی دوستام سعی کردن که منو با یه پیشنهاد وسوسه کنن قبولش کردم. The idea was for me to spend a frigid December night in a cemetery. میگه ایدهشون این بود که یه شب خیلی سرد توی دسام رو من توی قبر سون بمونم. All alone. تنهای تنها. In order to win 20 dollars. برای اینکه 20 دلار برنده بشم. Little did I realize that they would use dirty tricks to try to frighten me into abandoning the cemetery. میگه خیلی که اصلا به فکرم در واقع نرسید این little did I realize این اصلا به ذهنم خطور نکرد که اینا میان از هر حقه کثیفی که بتونن استفاده میکنن که منو بترسونن تا مجبور بشم اون قبرستون رو ترک بکنم therefore losing my wager که در نتیجه شرطمو ببازم my plan was to recline in front of a large grave برنامه این بود که برم بیفتم و استراحت بکنم در واقع دراز بکشم جلوی یک قبر گریو میشه قبر یه قبر خیلی بزرگ covered by a warm blanket و رو خودم هم یه پتوی گرم بکشم blanket with a flashlight to help me cut through the dismal darkness با یه فلاشلایت میشه چرا قوه که کمکم کنه که اون شب خیلی تاریک رو بتونم سپری کنم After midnight, بعد از نیمه شب، I heard a wild shriek یه فریاد خیلی وحشتناک شنیدم. I thought I saw the Gra open فکر کنم که دیدم که اصلا قبره از هم باز شد ان ک rise out of it. و یه جنازه ازش اومد بیرون. حال somewhat نام with fear البته که اصلا از ترس کرخت شده بودم I tried to keep my senses سعی کردم که هوش و هواس رو نگه دارم. using good judgment I knew that no peril could come to me from that sinister figure. میگه خب از عقلم استفاده کردم و میدونستم که هیچ خطری از اون جسم و هیکل شیطانی نمیتونست به من برسه. When I did not run in terror, وقتی که از وحشت فرار نکردم, my friends, دوستام, who had decided to conceal themselves behind the nearby tombstones, که دوستام که تصمیم گرفته بودن خودشون رو پشت نزدیکترین تومستون میشه سنگ قبل اینم بیشو نمیخونیم تومستون پشت نزدیکترین سنگ قبل قایم بکنن came out and we all had a good laugh اومدن بیرون به همه اون با هم کلی خندیدیم Those spirits that می inhabit must have good میگه اون روحایی هم که توی اون قبرستون زندگی میکنن فکر کنم خیلی بهشون خوش گذشت و خیلی خندیدن. Now fill in the blanks. با کلمه های جدیدی که یاد گرفتیم میخوایم این جمله ها رو کامل کنیم. جمله ها رو با دقت بخونید حتی اگه یکی دو تاشو هم نمیتونید حدس بزنید برید همه رو تا انتها تموم بکنید برگردین همه رو کامل کنیم و بیاین چک کنیم. One. The chances of my winning the election were so dismal that I decided to quit before the votes were counted. میگه اونقدر شانس برنده شدنم تو انتخابات کم بود و ناامید کننده بود که تصمیم گرفتم مثلا قبل از اینکه آرا رو بشمارن از مسابقه و از دور رقابت بیام بیرون. Election میشه انتخابات، vote میشه رای. I won the wager that my bachelor friend would be married by June. میگه من شرطی که بسته بودم که دوست مجردم تا ماه جون ازدواج میکنه رو برنده شدم. 3. Kit Carson's keen eyesight protected him from the peril in the forest. میگه چون حس بیناییش و این سنس بیناییش خیلی خوب بود ازش در مقابل خطری که توی جنگل پیش روش بود محافظت کرد. 4. While escaping from the bank, در حالی که داشتن از بانک فرار می کردن, the robbers forced the teller, دوست ها اومدن, teller اون کسی هستش که پشت باجه بانک کار میکنه اونو مجبورش کردن که چی کار کنه? To recline on the floor of their car. که روی کف در واقع ماشینشون بخوابه, دراز بکشه. 5. Since the shack was vacant, we did not expect to hear the terrible shriek which came from it. شک میشه کلبه میگه از اونجایی که به خالی بود ما اصلا انتظاری نداشتیم که اون جیغ وحشتناکی که ازش اومد و بشنویم 6 With a sinister smile the gangster invited Martha into his Cadillac میگه با یه لبخند شیطانی اون گنگستر مارتا رو دعوت کرد توی کادیلاکش 7 You cannot conceal the truth when you are questioned by the keen lawyer. شما نمیتونین حقیقت رو پنهان کنید وقتی که توسط یک وکیل زبده ازتون سوال میشه. 8. It is said that many ghosts inhabit the old butler house. گفته میشه که توی این خونه باتلر ها کلی روح زندگی میکنه. 9. In frigid weather, I always wear three or four sweaters. تو هوای خیلی سرد من معمولا سه چهار تا سوی شرد می پوشم. 10. After standing guard duty for four hours, بعد از اینکه چهار ساعت سرپا وایسادم که کیشیک بدم, I became completely numb. کلن اصلا بی حس و کرخت شده بودم. 11. As the closet was opened, همون جوری که در کمدیو باز شد, The corpse fell out. جنازه ازش افتاد بیرون. Frightening the janitor out of one year's growth. این out of one year's growth یعنی یک سال انگاری از عمرش کم کرد. جنیتر میشه اون کسی که توی اونجا کار میکنه نظافت چیه نظافت میکنه اینا رو بهش میگیم جنیتر یه سال از عمرش کم کرده یعنی خیلی ترسیده بوده 12 with the promise of a raising pay به هم قول دادن که حقوقم افزایش پیدا میکنه my boss tried to Temp me to stay on in the job. در واقع رئیس هم داشت سعی کرد که منو وسوسه کنه با این پیشنهاد که سر کارم بمونم. Now, creativity exercise. Make up your own sentences, one for each of the new words you have just been taught. بچه الان دوازده تا لغت با هم یاد گرفتیم. از هر کدومشون سه تا جمله مختلف خوندیم. بعد اومدیم یه داستان خوندیم که همشون اونجا استفاده شده بودن. بعد اومدیم جای خالی یه سری جمله رو باهاشون پر کردیم خلاص کلی شیوه های مختلف داریم که این کلمات تو جمله استفاده بشن حالا شما بیاین با هر کدوم از اون کلمات یک جمله بنویسید اگه بتونین جمله ها رو یه جوری بنویسین که به خودتون و زندگیتون مربوط باشه خیلی هم بیشتر تو ذهنتون میمونه دوست داشتین جمله هاتون رو یا همینجا برام بنویسید یا از طریق تلگرام یا واتساپ برام بفرستین تا همشونو چک کنم